اینجا لندن است رادیوی بی بی سی صبح تهران خانم ها آقایان سلام صبح همه شما شنوندگان شما شما عزیز بخیر من علی همدانی هستم این چشم انداز بامدادی بی بی سی بسیار خوش آمدید در برنامه امروز میشنویم از بحران کرونا در ایران افسایش شمار قربانیان و مبتلایان در داخل انتقاد از شیوه مدیریت بحران و حکومت هم بالا گرفته رفتم توی دارخونه شبانه روزیش میگم ماسک میخوایم میگه ندارم میگم الکل بده میگه ندارم آقای خامنه ای آقای اون بزرگان اون بالا ببینید مملکت رو به چه گندی کشیدیم <تصفح> کرونا ایرانی صدای همسایگان این کشور را هم درآورده ایران به افغانستان عراق بحرین کویت و عمان هم کرونا صادر کرده از سایر نقاط جان هم میگوییم و در گفتگوهای کوشش میکنیم راهکارهای مقابله با ابتلا به این ویروس را بررسی کنیم همه پس از مشروع خبرها از کنندی برنامه فرج بالفکن اینجا لندن است رادیوی بی, بی سی. سلام و صبح بخیر قرار است امروز تیمی از ناظران برنامه فوریت های سلامت و درمان سازمان جهانی بهداشت وارد تهران شوند در همین حال این نهاد سازمان ملل متحد به تمامی کشورهای جهان هشدار داده که برای ورود به مرحله همگیری جهانی ویروس کرونا آماده شوند مقام های وزارت بهداشت ایران تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا را 61 نفر و تعداد جان این بیماری را 14 نفر اعلام کردند شیوع پرشتاب ویروس کرونا در ایران در گذشته با انتشار اخبار ضد و نقیزی از سوی مقام های آن کشور همراه بوده پیام های اقتصادی شیوع ویروس کرونا همچنان بازارهای بورس را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده چند ساعت بعد از آنکه شاخص داو جونز در نیویورک متحمل بیشترین افت بهای خود طی دو سال گذشته شد شاخص نیکای در ژاپن با 3.5 درصد کاهش کار خود را آغاز کرد تاثیرات منفی ویروس کرونا بر روی بازارهای مالی و همچنین بازارهای خرید و فروش کالا هم مشهود است هاروی واینستاین قول سینمای هالیوود که به تجاوز و آزار جنسی دهها متهم است در دادگاهی در نیویورک گناهکار شناخته شده آقای واینستاین 67 ساله است و انتشار اخبار مربوط به اتهامهای او سرآغاز جنبش جدیدی با عنوان میتو یا من هم شد امیر پیام از واشنگتن گزارش میدهد ساعتی بعد از اتمام دادگاه و در حالی که خودروی زندان هاروی واینستان را به سمت ندامتگاه راکر آیلند نیویورک می برد با تغییر مسیر به سمت بیمارستان رفت چرا که گزارش شده آقای واینستون از درد در ناحیه سینه شکایت کرده قاضی این قول تهیه کنندگی سینما در هالیوود را به تجاوز درجه سه و دو مورد آزار جنسی درجه یک محکوم کرده که تا سقف 25 سال مجازات دارد اما او توانست از اتهام مجرمیت جنسی و تلاش مستمر برای شکار قربانیان خود تبرئه شود با نزدیکتر شدن جنگ در شمال سوریه به اردوگاهی با بیش از یک میلیون آوار سازمان ملل در مورد به راه افتادن حمام خون هشدار داده پیشروی نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه در آخرین مناطق تحت کنترل شورشیان همچنان ادامه دارد کتس یک مقام ارشد سازمان ملل در ژنو گفت که وضعیت غیرنظامیان گرفتار در جنگ به صورت فزاینده وخیم شده در شمال شرق سوریه بحران عمده برای محافظت از مردم وجود دارد و این موضوع اساسی است بیش از سه میلیون غیر نظامی در منطقه جنگی اطراف ادلیب گیر ماندند و جنگ آنها را به سمت مناطق کوچکتر در مرز ترکیه فراری می دهد و در شهر فورک مارسن آلمان یک خودرو به جمعیت حاضر در یک کارو... کارناوار رانده شد که سی نفر مجروح به جا گذاشته صبح ششمین روز از اسفند همه شما شمندگان عزیز به خیر خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم علی همدانی هستم در این 23 روز مانده تا نوروز و بهار برنامه امروز آغاز کنیم اصرار دارم به این شماره منکوس تا نوروز بلکه از بار خبرهای تلخ کمی کمتر بشه بخش عمده برنامه های امروز به خبرها و گزارش های مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران اختصاص داره موارد ابتلا به ویروس کرونا نه تنها در ایران افزایش یافته ایران آنطور که رسانه های منطقی گزارش کردند انبار باروت ویروس کرونا در خاور هم شده ویروس از ایران به افغانستان عراق بحرین کویت عمان و لبنان صادر شده اگر آمارهای رسمی مبنا باشد ایران از نظر مرگومیر ناشی از ویروس کرونا بعد از چین در جهان در جایگاه دوم است و از نظر تعداد مبتلایان در جایگاه هفتم بحث کرونا در ایران ماننده اغلب موارد دیگر سیاسی هم شده میان مقامات مختلف اختلاف نظر و جنجال است و بخش عمده ای از این توجه ها به شهری است که پایتخت کرونا در ایران شده و مرکز فقه شیه در این کشور شهر قم هفت کشور منطقه درهای خودشون رو به روی ایران بستن از جمله پنج کشور هم مرز با ایران در سطح جهانی حدود 2600 نفر در جهان بر اثر بیماری ناشی از این ویروس جان دادند و نزدیک به 80 هزار نفر در بیش از چهل کشور با آن مبتلا هستند بیش از 25 هزار نفر هم از این بیماری البته بهبود پیدا کردن باران عباسی گزارش میدهد قوم حرم حضرت معصومه همچنان شلوک در شهری که مرکز آلودگی به ویروس کرونا در ایران بوده شمار جانباختگان و مبتلایان بیشتر شده لذا مردم نگران نباشند این باید مدیریت بشه بینشان رئیس دانشگاه علوم پزشکی قوم افرادی که کسی که پیشتر گفته بود جای نگرانی نیست اما حالا خود به قرنطینه رفته بیماری نماینده قوم در مجلس میگوید خبر شیوع کرونا در این شهر دیر اعلام شد و مسئولان هنوز هم آمار واقعی جان را اعلام نمی کنند. به گفته احمد امیرآبادی فراهانی فقط در شهر قم حدود 50 نفر بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند. نه می‌خوایم دروغ بگیم نه امکان دروغ گفتن. معاون وزیر بهداشت اما میگوید آمار از این کمتر است. من همینجا میگم که اگر تعداد فوت شده در قم به دلیل این بیماری نصف و یک چار روم این تعدادم باشه من استفا میدم امروز پنجز با بالا رفتن شمار قربانیان نگرانی بین شهروندان بعضی ترجیح دادن در خانه بمانند. مدرسه اسفان ترتیب نشده امروز ولی ایش کدوم از بچه ها خانوادهاشون که بیان مدرسه من نمیدونم این مسئولای اسفانی که میخوان جون بچه های اسفانی رو جدی بگیرن. رفتم توی دار خونه شبانه روزیش میگم ماسک میخوایم میگه ندارم. میگم الکل بده میگه ندارم. و بسیاری از نبود امکانات پیشگیرانه شکایت دارن. آقای خامنه ای آقای اون بزرگان اون بالا ببینید مملکت رو به چه گندی کشیدین بعضی از پرستاران و پزشکان هم میگویند لباس های مخصوص و وسایل تست کرونا را ندارند مسئولان اما میگویند این امکانات مورد نیاز همه نیست اصلا عملیاتی نیست که توی بیمارستان مثلا در همه بخشا خود پرسنل قبول نمیکنه اون پوشیدن اون لباسه کار ساده نیست مردم عادی هیچ احتیاجی به ماسک ندارند. فقط مراقبین اونم با سطح بندی یعنی کسانی که پرستار و پزشک و مراقبت میکنن از این بیمارا یا کسانی که مثلا در خونه شون چون 80 درصد این کیسا باید تو خونه مراقبت بشن بستری نباید بشن اگه کسی تو خونه در از بیمار کرونا یا آنفولانزای مراقبت میکنه باید ماسک خاص بپوشه کرونا تا امروز در چند استان دیده شده بیشتر مبتلایان در قم با این حال معاون وزیر بهداشت میگوید لازم نیست هیچ شهری قرنطینه شود آفق نیستیم قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول مال تاون و وبا و این چیز از خود چینی ها از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن این در حالی است که چین با قرنطینه شهر ووهان در استان هوبی از انتشار گسترده این بیماری به دیگر نقاط کشور جلوگیری کرد در ایران در شهرهای آلوده ضد عفونی وسایل نقلیه تلاش دولت برای اطمینان دادن به شهروندان و همزمان تاکید بر شفافیت مطمئن باشید هر تعداد افرادی که به رحمت خدا میرن و جانشون رو دست میدن از هر نقطه باشه این بیان میشه بسیاری از کشورها ما میدونیم به هیچ عنوان شفافیتشون اندازه ما نبوده ما واقعا شفاف عمل کردیم تو این زمینه سخنانی که چندان از نگرانی ها کم نکرده در کشوری که بعد از چین بیشترین مرگ حاصل از کرونا را ثبت کرده نگرانی از ابتلا به بیماری در کنار بیاعتمادی به کارآمدی حاکمیت در مقابله با آن از چشم چهره های پنهان پشت ماسکا خطر کرونا در همین نزدیکی است باران عباسی گزارش میداد اضافه کنم که در پی شیوع ویروس کرونا در ایران شرکت هواپیمایی ترکیه ترکیش ایرلاینز روز دوشنبه پنج اسفند اعلام کرده پروازهاش به چهار شهر ایران را لغو کرده و از تعداد پروازهاش به تهران کاسته به گزارش خبرگزاری رویترز ترکیش ایرلاینز گفته که پروازهای این شرکت هواپیمایی به شهرهای مشهد اسفهان تبریز و شیراز لغو شده و شمار پروازهاش به تهران به دو بار در روز کاهش پیدا کرده سازمان بهداشت جهانی هم گفته جهان باید برای مقابله با شیوع سراسری احتمالی ویروس کرونا اقدامات بیشتری انجام بده این سازمان گفته که هنوز برای اینکه گسترش این ویروس رو همهگیر اعلام کنه زوده اما کشورهای جهان باید در مرحله آمادگی برای این وضع باشن همهگیری یک بیماری زمانی فرا میرسد که مریضی عفونی به آسانی از فردی به فردی دیگر در بسیاری از نقاط جهان منتقل شود در همین حال با افزایش موارد ابتلا به ویروس در کشورهای بیشتری مانند کره جنوبی و ایتالیا نگرانی در این زمینه در حال افزایش 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 است مهنوش پورزی خبرنگار از واشنگتن این گزارش هنوز بیشترین موارد آلودگی و فونی به ویروس کرونا در چین است کشوری که بنا به گزارش های رسمی تا کنون هفتاد و هفت هزار نفر در آن به ویروس آلوده شدند و بیش از 2600 نفر جان خود را از دست دادند. چین گفته برگزاری کنگره ملی خلق را که قرار بود ماه آینده برگزار شود به تاخیر خواهد انداخت تا به مقابل با ویروس ادامه دهد. این کنگره از سال 1978 تا کنون هر سال برگزار می شده. ایتالیا روز دوشنبه هفتمین مورد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را گزارش داده ولی گفته تعداد مبتلایان با سرعت کمتری نسبت به دو روز قبل در حال افزایش است. تا کنون ایتالیا با 229 مورد بالاترین تعداد مبتلایان به کرونا در اروپا را داشته. شش نفر از جانباختگان بر اثر ویروس در شمال ایتالیا در منطقه لامباردی بودند. جایی که روستاها در اند و تدابیر امنیتی برای جلوگیری از گسترش ویروس اتخاذ شده. نخست وزیر ایتالیا گفته ممکن است ساکنان این منطقه مجبور شوند برای چند هفته در قرنطینه بمانند. تا جای کار قرار است نزدیک به پنجاه هزار نفر از ساکنین این روستاها برای دو هفته در خانه های خود بمانند و تنها با صدور مجوز ویژه قادر به ترک خانه های خود خواهند بود. مناطق تجمع مثل مدارس، کافه ها و رستوران ها، سینما ها و دیسکو ها و مراسم عشا در کلیساها ها همگی تعطیلند. روز دوشنبه عراق، افغانستان، کویت، عمان و بحرین نیز اولین موارد ابتلا به ویروس را در کشور خود اعلام کردند و گفتند تمامی این موارد مربوط به مسافرانی است که از ایران به این کشورها رفتند. کره جنوبی در حال حاضر با 830 مورد ابتلا به ویروس بعد از چین بالاترین تعداد مبتلایان تایید شده را دارد. 8 نفر در این کشور تا کنون از ویروس کرونا جان دادند. نزدیک به 7700 سرباز در قرنطینه اند و دولت در شهر دیگو به تمام 2.5 میلیون نفر سکنه دستور داده خانه های خود را ترک نکنند. مایک رایان مدیر برنامه فوریت های سلامت و درمان سازمان بهداشت جهانی گفته زمان آن رسیده که کشورها هرچه که باید برای مقابله با همهگیری بیماری انجام دهند تدروس گبریسوس رئیس سازمان بهداشت جهانی افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران ایتالیا و کره جنوبی را بسیار نگران کننده خوانده و تاکید کرده که باید به تمام کشورها امید و شجاعت داد که این ویروس قابل مهار است و باید برای مهار آن با جدیت وارد عمل شوند تدروس گبریسوس All countries must اول از همه تمام کشورها باید به حفاظت از کارکنان بخش بهداشت و درمان اولویت بدن پس از اون باید افرادی که بیش از همه در مرز خطرند رو مثل افراد مسن یا کسانی که به بیماری های دیگری مبتلا هستند حفاظت کنند سوم اینکه باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا اون کشورهایی که بیش از دیگران در برابر ویروس آسیب پذیرند رو با مهار کردن ویروس در کشورهایی که ظرفیت کنترل اون رو دارند حمایت کنید. در ژنو دبیر کل سازمان ملل متحد در پی دیدار با رئیس سازمان بهداشت جهانی از تمام کشورهای جهان خواسته تمام توان خود را برای مهار ویروس کرونا به کار بگیرند. افزایش نگرانی از شیوع ویروس کرونا خارج از مرزهای چین باعث افت سه شاخص اصلی بورس آمریکا در معاملات روز دوشنبه شده و صندوق بین‌المللی پول و سران 20 اقتصاد بزرگ جهان درباره تبعات گسترش ویروس بر اقتصاد جهانی هشدار دادند. همزمان قیمت طلا به بالاترین میزان در هفت سال گذشته رسیده است. برنوش پورتی از واشنگتن گزارش میداد در واشنگتن بمونیم و با, با دکتر محمد جواد امان صحبت بکنیم پژوهشگر بیماری های عفونی آقای دکتر وقت شما بخیر از ایران گاهی راه حلا و نظرهایی به گوش میرسه که در سایر نقاط جهان خبری از اونها نیست مثل این یکی معاون وزیر بهداشت ایران گفته قرنطینه مربوط به جنگ جهانی اول و مخصوص تاون و وباست و چینی ها هم از قرنطینه قرانتی شدنشون راضی نیستن چقدر قرن قرنطینه میتونه تاثیرگذار باشه اصولا چی فکر میکنید در مورد اظهار نظر معاون وزیر بهداشت این سخنانی که شما اشاره کردیم بهش برای من خیلی تعجب آوره از طرف یک مقام بالای بهداشتی برای اینکه تاثیر قرنطینه برای در جلوگیری از گسترش اپیدمی یک مسئله که کاملا موثر بودنش اثبات به اثبات رسیده همینطور که میبینین هم چین قرنطینه رو به کار برده و هم ایتالیا هم کره جنوبی هم ژاپن این اینها اگر که اون قرنطینه ها نبود الان وضعیت خیلی شدیدتر از این متاسفانه این این گونه اظهار نظرهای مدار آدم نگران میکنه که شاید به عمق و وسعت این مشکلی که الان در ایران پیش اومده توجه کافی نمیشه این واقعیت که ما تعداد زیادی خبر مرگ میشنیم میشنویم ولی هنوز آمار درستی در دست نداریم از اینکه چند نفر در کشور اصلا مبتلا شدن الان واقع اینه که از ایران به چند تا کشور دیگه مثل عمان، کانادا، لبنان و ظاهران امروز هم عراق در واقع بیمار صادر کرده و این این بیمارا باعث ایجاد یک ام ام یا اپیدمی یا اینکه حداقل تشخیص اولیه در اون کشورها شدن این خودش نشون دهنده اینه که احتمالا مسئله اپیدمی کرونا در ایران وسیع از اون چیزی هستش که الان به طور رسمی اعلام میشه بله آقای دکتر مثلا تصاویری رو نشون میدادن که مشغول توزیع ماسک هستن مردم صف کشیده بودن برای دریافت ماسک خب به هر حال میدونیم که این ازدهام جمعیت به خودی خود میتونه بالقوه باعث انتشار ویروس بشه در چین میزان مرگومیر میر در اثر کرونا دو درصد اعلام شد در صورتی که با توجه به آمارهای ارائه شده توسط وزارت به بهداشت میزان مرگ در ایران در اثر این ویروس در حدود 20 درصد است که ده برابر حد رایش هست دلیل چی میتونه باشه آقای دکتر برای اینکه یه ویروس از چین به ایران منتقل بشه و ناگهان میزان کشندگیش ده برابر بالاتر بره این ویروس باید تغییرات ژنتیکی خیلی بزرگی بکنه که تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه این خودش دلیل بر این هستش که آماری که ما داریم آمار, آمار دقیقی نیست من نمیدونم سیستم <coughs> به اصطلاح رصد کردن بیماری ها در سطح جامعه تو ایران به چه شکلی انجام میشه ولی به هر صورت نشون میده که کنترل روی این قضیه نیست و تسلطی وجود نداره که وقایعی که داره در اون پایین در سطح جامعه اتفاق میفته رو به درستی آمارگیری بکنن یا اینکه به هر دلیلی آمار رو اعلام نمی‌کنن که امکان اینکه یک دفعه ما از دو درصد سه درصد مرگ به 20 درصد برسیم تقریبا غیر ممکن آقای دکتر شما تخصصتون بیماری های افونی هست تا چند اندازه میتونیم دلخوش باشیم که با عبور از فصل سرما گرم شدن هوا شاید شاهد کاهش شدود ویروس باشیم اول اصول بیماری های تنفسی در زمستون تر هستند و علت اصلیش اون هستش که مردم توی محیط های قرار دارن و فاصله بین انسان ها کمتره در نتیجه انتقال ویروس راحت تر میشه به همین دلیل آدم ها به طور معمول توی زمستون بیشتر سرما میخورن تا تابستون ولی اینفلوئنزا مثلا تو تابستون هم پیش میاد خود ویروس زیاد کاری به زمستون یا تابستون نداره اینا شرایط اجتماعیه که آدم ها تو محیط کوچکتری قرار میگیرن تو محیط های بسته هستن و یه سری هم شرایط جوی به خاطر اینکه توی هوای سرد این ذرات مایات که از بزاق و که از شش میادش بیرون و ویروس در واقع تو اون مایات ذرات ریز مایات یا ایروزور هستش که میتونه منتقل بشه اینا تو اون هوای گرم زودتر تبخیر میشن و از بمیرن ولی به هوای سردتر میتونن بیشتر بمونن توی هوا در انتقال بیماری کمی راحت تر از این جهت احتمال این هستش که پشت سر گذاشتن فصل سرما کمی سرعت انتقال رو کمتر بکنه ولی به خودی خودش اپیدمی رو از بین نمیبره نمیشه نشست به, به این امید که گرما بیاد و مسئله ناگهان حل بشه ولی ممکنه یه مقداری کمک آقای دکتر سوال آخرم هست شما ممنون میشم کوتاه جواب بدید سوال مهمی هم هست ایران به کشور گسترده است با اقلیم های متفاوت فرهنگ های مختلف در سرزمین های گوناگونی که در این کشور هستند توصیه شما به مردم توصیه اصلی شما چه هست نگرانی بسیار گسترده هست به دلیل آنچه که شنیدیم تا اینجا چه توصیه می کنید به مردم برای اینکه پیشگیری بکنن از ابتلا به این ویروس ببینید این مردم باید یک مقدار به حال سختی به خودشون بدن و این بر... لازم نیست برای زمان خیلی طولانی باشه این برای اینکه شما باید این به اصطلاح چرخه اپیدمی رو ببرین یه جایی وقتی که ارتباطات بین آدم‌ها یه مقدار کم بشه مثلا محلایی که جمعیت زیادی توش جمع میشه مثل مدارس دانشگاه ها اینا تعطیل بشه برای یه مدتی مردم تردد عمومی رو به حداقل برسونن از وسایل ارتباط جمعی استفاده نکنن از وسایل حمل و نقل جمعی استفاده نکنن و یه مدتی در خونه هاشون بمونن خود به خود بعد از دو سه هفته یک دفعه میبینید که یک تاثیر خیلی خیلی بزرگی توی سرعت انتقال اپیدمی بر و این حلقه وقتی بریده شد خود به خود اپیدمی تموم میشه به همین دلیل الان ایتالیا هم اعلام کرده که برای دو سه هفته مدارس و دانشگاه همه اینا رو تعطیل کردن هیچ اشکالی نداره که یه همچین کاری بکنیم برای اینکه به یک اپیدمی خیلی خیلی بدتر از عواقب مثلا متوقف شدن بعضی از کارهای آموزشی یا فعالیت اقتصادی جامعه باشید سپاسگزارم آقای دکتر دکتر محمد جواد امان امان پژوهشگر بیماری عفونی که از واشنگتن صحبت میکردن در مورد ایتالیا و چین صحبت کردید و تعطیلی عرض کنم که رادیو تلویزیون ها در این کشورها خصوصا نقش مهمی میدارن در سرگرم کردن مردم که در خانه ها موندن تلویزیون های ایتالیا و چین پر شده از مطالب و برنامه های تفریحی و همینطور آموزشی صحبت از چین کردم سفر بکنیم به زادگاه ویروس کرونا کشور چین جایی که با وجود گستردگی شیوع به اعتقاد بسیاری توانسته از پس این ویروس چین خوب بر بیاد پیشتر گفتگوی داشتیم با یک کارشناس مدیریت سیستم های اجتماعی از شهر نانجینگ در چین که او را به دلیل مسائل امنیتی با اسم مستعار احسان احمدی معرفی میکنیم نخست از آقای احمدی پرسیدم که شواهدش از نحوه مقابله دولت و مردم چین با ویروس کرونا چه است؟ میتونم کاری که در حقیقت دولت و مردم چین انجام دادن رو به دو بخش تقسیم کنم یه بخش بحث اون مدیریت افرادی بود که بیمار بودن و بخش دوم مدیریت افرادی بود که هنوز سالم بودن و جلوگیری از ورود اینا به گروه بیماران بود خب برای بیماران تلاش کردن بیمارستانهایی رو به صورت تجهیز کردن افراد زیادی از شهرهای مختلف چون نقطه بحران در حقیقت توی ووهان بود تلاش کردن افرادی رو به طور داوطلب از سراسر چین به خصوص با کمک ارتش بیارن توی ووهان و اینا بتونن خدمات درمانی رو به بیماران بدن به عنوان پرستار خب خیلی از افراد بودن که مریض شده بودن پدر مادرهایی بودن که مریض شده بودن بچه ها منطقا نیاز به پرستاری داشتن و خب اینجا خانواده خیلی بزرگ نیست و در نتیجه نیاز به پرستاری از بچه ها بود نیاز به پرستاری از بیماران بود یه لوجستیک خیلی عظیمی نیاز داشت تقضیه این همه حجم بزرگ بیمار و حالا سرویس دهی به اینا حجم عظیمی از نیروهای داوطلب آماده شدن خودشونو به وان رسوندن با کمک ارتش و لوجستیک این موضوع رو به عهده گرفتن بخش دوم در حقیقت برمیگرده به اینکه جلوگیری کنن افرادی که الان سالم هستن به اون دسته بیماران وارد نشن چون این به نظر من مهمتر هست چون افرادی که هنوز سالم هستن خب ما بتونیم اینا رو سالم نگه داریم اون بحرانه کاهش پیدا میکنه اگه قرار باشم چون سالمان بیان قاطی مریضا این حجم عظیم بیمار قابل کنترل نخواهد بود کاری که کردن این بود که پله پله ادارات تعطیل شد مدارس تعطیل شد دانشگاه ها تعطیل شد و هنوز هیچ کدوم از اینا باز نشده بخش تقریبا میتونم بگم 95 درصد فروشگاه ها در سراسر چین تعطیل شدن یعنی شما بجز سوپرمارکت های خیلی بزرگ هایپر ها در واقع و داروخونه ها برای یک ماه هیچ فروشگاه دیگه ای در چین نمیدیدید که باز باشه شاید روزهای اول تک و تک مثلا فروشگاه های بزرگ پاساژ بزرگ باز بودن اما اونا هم اعلام کردن باید تعطیل بشن و توی اوج در حقیقت مقابله دیگه فروشگاهی بجز هایپرمارکت ها و داروخونه در سراسر چین باز نبود همونا هم اگه شما میخواستین حضوری برید خرید کنید اول نمیتونستین فروشگاه دوردست برید فروشگاه باید نزدیک و حالا نزدیک خونتون بود تو محلتون می بود که میرفتین خرید میکردین و برای ورود به همون فروشگاه و داروخونه ها هم نیاز داشتید که چک سلامتی بشید یعنی شما همجون نمیتونستین وارد بشید قبل از اینکه وارد فروشگاه بشید و چک میشدین به جز اون مردم داوطلب شدن این کار به نظر من خیلی بزرگی بود که داوطلبان مردمی اومدن به کمک دولت و اون قوانینی که دولت تصمی... تصمیم, گرفت گرفته بود اجرا کنن کمک کردن بهش که بهتر اجرا بشه همچنین از آقای احمدی سوال کردیم که در مقایسه با چین اقدامات دولت ایران رو در برابر شیوع ویروس کرونا چطور ارزیابی میکنه من اگه بخوام تفاوت عمده ای رو بگم میتونم به دو تا نکته بین ایران و چین اشاره کنم حداقل اون چیزی که میبینم یکی این که به تجربه چین بر یعنی من اون مشاهده که از چین داشتم این بود که انگار مردم براشون یه همچی اتفاق عادی بود و شاید این برمیگشت به اون تجربه که اینا از قبلا از سارس داشتن این از لحاظ ذهنی اینا رو آماده کرده بود یعنی مردم آماده بودن برای یه همچی بحرانی اگه رخ داد بعد چی کار کنن انگار که یه آموزش هایی رو از پیش دیده بودن و این شاید یه نقطه تفاوت بود نکته دوم تفاوت اون نرمی دولت در برابر این بحران بود یعنی دولت قبول کردن در حقیقت مسئله بود من فکر میکنم اولین گام مبارزه با یه بحران فهم اون بحرانه یعنی شما باید متوجه بشید که چه اتفاقی داره سرتون میاد و بعد برای اون اتفاقی که داره میاد برنامه من احساسم اینه که هنوز نه مردم ما و نه دولت ما خب مردم حق دارن شاید اصلا همچی چیزی براشون غریبه است برای منی که تو چین بودم روز اول اصلا درکی از موضوع نداشتم نمیفهمیدم اپیدمی یعنی چی اپیدمی ویروس یعنی چی ولی الان میدونم چون این تجربه رو داشتم شما تا یه تجربه رو نداشته باشید نمیدونید چه اتفاق قرار براتون بیفته و من فکر میکنم که نه فقط مردممون این تجربه رو ندارن دولتمون هم برای قبول کردن تجربه کشورهای دیگه مقاومت میکنه یعنی درکی از حجم بحران نداره و خب وقتی شما ندونید چه چیزی قراره بهتون حمله کنه آرایشی هم بر نمیگیرید وقتی ندونید چه تعداد دشمن قراره به سمتتون بیاد خب نیروهاتون رو بر اساس اون در حقیقت میتونم بگم آرایش نمیدید دولت ایران الان هنوز درک نکرده که چه بحرانی ممکنه رخ بده و احساس من اینه که همه تلاشش اینه که خب ما حالا یه عده اگه مریض شدن بیمارستان داریم اینا رو خوب میکنیم ولی به این فکر نمیکنه که اگه حجم این مریض ها به شدت افزایش پیدا کرد همونجور که تو ووهان ببینید ووهان شهر بزرگیه تجهیزات زیادی داره خیلی شهر پیشرفته ای اما چه شهریه که بتونه همزمان و به, به طور ناگهان به هفتاد هزار مریض سرویس بده این حجم عدد بزرگ تازه هفتاد هزار تا اگه اینو شاید این قرنطینه ها و این کنترل ها انجام نمیشد این عدد به میلیون میرسید و دیگه هیچ کشوری نه فقط چین نه ایران هیچ کشوری نمیتونه در برابر حجم زیاد مریض در حقیقت سرویس دهی کنه داروها محدودیت داره تجهیزات محدودیت داره و شما وقتی سیستمتون در حقیقت ورودی زیادی داشته باشه مثل سیل میمونه در عمل میزنه همه چی خراب میکنه من احساس میکنم دولت ایران قدم اولش و مردم ایران قدم اولش اینه که قبول کنن بحران بزرگی داره رخ میده اگه این قبول کردن رخ بده شاید همکاری هم بین دولت و مردم رخ بده چون مردم وقتی بسکنن کنن جونشون در خطر اون وقت بهتر حمایت میکنن این هم وظیفه دولته که اینا رو هشدار بده به مردم بگه آقا این جون شما در خطر مرتقا این ترسه وقتی به وجود بیاد دیگه اون اعتمادم به وجود میاد حتی اگه اعتمادم نداشته باشن از ترس جونشون حاضرن بشینن تو خونه ولی وقتی دولت بیاد بگه نه این چیزی نیست این یه سرماخوردگی ساده است میشه تو خونه خودش خوب میشه خب منطقا وقتی دولت اینجوری میگه ناخداگاه یه بخشی از مردم حالا ممکنه بخشی از مردم اعتماد به دولت نداشته باشن ولی به به هر حال بخشی هستن که باور میکنن این حرف و جدی نمیگیرن من احساس میکنم این جدی نگرفتنه برمیگرده به اینکه اصلا درکی از اون بحران ندارن درکی از اتفاقی که میخواد بیفته ندارن گفتگو میکردیم با احسان احمدی اسم مستعار کارشناس که از چین با ما صحبت میکنن در طول روزهای گذشته ما شماره بسیار زیادی پیام دریافت کردیم از شما مخاطبانمون گوش بکنیم به دست چینی از این پیام ها. با سلام که تناقضی که در های اینا وجود داره این هستش که اینا آمار فوتی ها رو حدود ده دوازده نفر دوازده نفر فکر میکنم دقیقا اعلام کردن منتها تعداد بیماران با توجه به کشندگی بیماری که تقریبا سه درصد هست نمیخونه یعنی اگر دوازده نفر فوت کرده باشن و اینها ما بگیم تمام فوتی هایی که بر اثر کرونا بودن رو دقیق تشخیص دادن باید تعداد مبتلایان حدود 400 تا 500 نفر باشه و این تعدادی که اینها دارن اعلام میکنن به نظر من یک تناقض و یا حداقل در بیماریابی و تشخیص بیماری دچار مشکل هستیم آمار به نظر من بیشتر از این حرف هاست. سلام امروز پنجم اسفند ماه کرمان اصلا آمار دقیقی از بیمارای مبتلا به کرونا اعلام نمیکنه از کادر علوم پزشکی کرمانم و اینجا خیلی از افراد قومی رو ما توی کرمان داریم میبینیم که اومدن اینجا حالا چون هواش گرمتره خوشه و همینجور خیلی ها به سمت بنده عباس حرکت کردن رفتن و همینجور قشم سلام وقتتون بخیر من یک جوان 21 ساله هستم که با سختی داشتم توی تهران کار میکردم زندگیمو میچرخوندم فکر میکردم که اول مسیرمه ولی با این وضعیتی که توی ایران برامون پیش اومده واقعا امیدی به آینده ندارم تنها کاری که میکنن توی ایران اینه که من چند وقت پیش وارد یه درمونگاهی شدم دیروز پریروز یه دستگاهی گذاشتن روی پیشونی من اسکن مثلا کردم و من گفتم مبتلا نیستم یعنی تنها تلاششون برای تشخیص دادن این بیماری همینه سلام از کرج تماس میگیرم متاسفانه البته همه داروخونه ها رو نرفتم ولی چند تایی که رفتم نه ماسک نه ژل آنتی باکتریال نه الکل چه صنعتی چه سفید بهم گفتن هیچ محلول الکلی نداریم ماسک و دستکش یه بار مصرف هم نداشتم کار خوبی که شهرک بنفشه توی کرج کرده توی بازار میوه و تره بارش الکل سفید میده هر تعدادی بخوای میتونی بخری یه دونه از این اسپری های کوچیکم میده که توی اون میتونی الکل و اسپری کنی با توجه به اینکه این چیزا تو داروخونه گیر نمیاد الان خیلی این کار کار خوب و مثبتی بوده سلام وقتتون بخیر بنده مسافر کشور ترکیه بودم اونجا شریک چینی داشتیم ما ما باشون صحبت کردیم برگشتم ایران احساس تنگی نفس میکنم و سرفه دارم بیمارستان سینا بیمارستان مسیح دانشوری بیمارستان فرمانیه و همه جا رفتم هیچ کدومشون کیت تشخیص کرونا ویروس رو ندارن حتی داخل نگهبانی داخل اورژانس هم اجازه نمیدن بری که بتونن حتی اصلا باتون صحبت بکنن من درمونگاه رفتم دکتر درمونگاه گفته بهتره بری بیمارستان خودت رو نشون بدی ولی متاسفانه هیچ کدوم از این بیمارستان ها کیت ندارن سلام علیکم من از ولایت غور از روستای اختخانان تماس شدم نظر ما به خاطر یعنی مرض کرونا که در ایراد مشاهده شده ما از تمام ریاست های سخت و خصوص از مربوطات بیداشتی آرزو میکنیم که این مرض به دقت تعقیب کنند و در ضمنش مرزا را دقیق ببندند که مردم افغانستان کاملا به اقتصاد است که به این مشکلات دوچار نشود و در ضمنش از تمام ملت افغانستان آرزو میکنیم که در هر کجایی که هستند ارور و مرور خود تا طی چند هفته محققا متوقف بسازند که مردم ما در همین مشکل و در همین دیماری دوچار نشوند سپاسگزارم از همه شما که با ما تماس گرفتید حتما با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو در میون بگذارید دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی at bbc.co.uk دو سفر چهل و چهار سی سد و هفتاد چهار و دوازده بیست و دو بیست و دو در اگر که احساس کردید که علائم کرونا رو دارید به جای مراجعه حتما ابتدا با اورژانس تماس تلفنی بگیرید اگر مراجعه بکنید ممکن است که ویروس رو پخش بکنید تماس تلفنی راهش است در ادامه برنامه همچنان به کرونا ویروس کرونا و عباد و مختلفش خواهیم پرداخت جدای از کرونا ماننده هر سه شنبه کتاب تازه هم معرفی میکنیم باز هم لباسی روی زمین جا مانده بود و تا یحیی در حین قشقش خندیدن به صرافت برداشتنش نیفتاده بود نگاه شهفر به لباس نوزاد کشیده نمیشد این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می شود وزیر بهداشت افغانستان دیروز اعلام کرده که اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده و گفته که این فرد جز سه بوده که دو روز پیش در ولایت هرات شناسایی و بعد از 24 ساعت مشخص شده که یکی از این سفر به ویروس کرونا مبتلا بوده و یکی از آنها هم از مرکز درمانی مرخص شده اجازه بدید که با نسرین نوا خبرنگارمون در کابل صحبت بکنیم نسرین چه جزئیات بیشتری میدونیم از شیوع ویروس در افغانستان پس از ثبت یک واقعه مثبت در شهر هرات در غرب افغانستان مردم خیلی نگران شدن و حتی گاهی شایه هم پخش میشه که موارد مشکوک دیگه ای هم ثبت شده تا فعلا فقط دولت افغانستان مسافرانی که از ایران برگشتن خصوصا کسانی که از قم آمدن را قرنطین میکنه و فقط یک مورد مثبت را قرنطین کرده و از او در هرات نگهداری میشه و در مورد شایعات ای که موارد مشکوک دیگهی که گفتن همه رد شده و تا فعلا مورد تازه ای سبس نشده ولی خب به خاطر نگرانی که به بار آمده مرز بین ایران و افغانستان مرزی که در اسلام قلعه هست در شهر هرات یک مرز طولانی زمینی فعلا مسدود شده از صبح دیروز و مسافران زیادی بین اید دو مرز منتظر هستند خصوصا کسانی که دوره اقامتشان تمام شده پشت مرز منتظر هستن تا اینکه افغانستان به اونا اجازه ورود بده ولی دولت افغانستان اعلام کرده که به دلیل جلوگیری از شیوع این ویروس از ایران به افغانستان مرسا همچنان مسدود خواهد ماند البته روابط تجاری هنوز وجود داره تاجرهای افغانستان میتونن وارداتشون را از ایران به افغانستان ادامه بدن که این میتونه یک راه انتقال باشه و جدا از موضوع اینکه حالا از ایران امکان انتقالش هست حالا چون یک واقعه در هرات ثبت شده احتمال اینکه این که ای ویروس از هرات به وریتهای دیگه افغانستان برسه هم زیاد هست اگرچه دولت گفته که نگهداری به شکل درست انجام میشه ولی خب هرات هنوز قرنطینه نشده رفته آمد از هرات با ولایت های دیگه همچنان ادامه داره نسرین <تصفح> در رسانه های افغانستان به مردم آیا آموزش های لازم داده میشه چه اقدامات پیشگیرانه ای میبینی که داره انجام میشه بر حال بخش بزرگی از روند مقابله با شیوع آموزش مردم هستش قطعا وزارت صحت ادعا میکنه که ما کارهایی را اقداماتی را به خاطر پیشگیری و اطلاع به مردم انجام دادیم و بیشتر تاکید میکنه روی فضای مجازی اینکه از طریق شبکه های مجازی اطلاعاتی را در دست دسترس مردم قرار دادن منتشر میکنن در رابطه به اینکه چطور میشه از این ویروس پیشگیری کرد و اگر چنین علائمی که این ویروس داره به کدام شماره تماس بگیرن وزیر صحت هم دیروز علنا و رسما در یک نشست خبری گفت به شماره 166 زنگ بزنن اگر علائمی مثل سرفه و تب و موارد که ویروس کرونا داره نشان میدن و همچنین که توصیه میکنن که از رفت و آمد های خیلی غیر ضروری اجتناب بکنن همینطور به اماکن عمومی شلوغ مثل مراکز تفریح مراکز ورزشی کمتر برن بیشتر شکل توصیه داره تا حالا قانونا هیچ هیچ محیطی بسته نشده قرنطینه نشده ولی خب دولت سعی میکنه از طریق شبکه های مجازی از طریق مل. رسانه ها اطلاع بکنه ولی باز هم در بسیاری از مناطق افغانستان که دوردست هست از امکانات لازم در دست نیست بعضی مناطق هست که حتی برق ندارن چه برسه به اینترنت هنوز هم اطلاع خیلی ضعیف هست اونها حتی شاید در مورد کرونا چیزی نشنیده باشن تشکر میکنم نسرین نوا خبرنگار ما از کابل اجازه بدید که در این برنامه ای که ویژه شد برای ویروس کرونا و ابتلا به این ویروس بریم سراغ روزنامه های تهران ویژه هست این برنامه نه تنها به خاطر ویروس کرونا که به خاطر حضور فرشته قاضی اینجا در استودیو با ما نکات مثبت رو ببینیم خانم قاضی آغاز بکنیم با هم روزنامه هایی رو که انتخاب کردین که میبینم یک سری از روزنامه ها اینجا دست من هست یک پارچه در مورد ویروس کرونا نوشتند ایران چی نوشته روزنامه دولت؟ همینطور که گفتی روزنامه به شدت متاثر از این موضوع هستن مطالب بسیاری منتشر کردن در این مورد حادی خانیکی در روزنامه دولتی ایران از تصویر رسانه‌ای و اجتماعی کرونا نوشته که معتقده به مراتب بزرگتر، مبهمتر و حراسناکتر از خود ویروس و بیماری برآمده از اون شده و هنوز مسئله به خوبی روشن نیست که کرونا کشنده تره یا تصویر ترسناک اون به اعتقاد آقای خانیکی امروز ابعاد مسئله کرونا در ایران و حتی در جهان رو نمیشه تنها به اتکای دانش پزشکی و سیاست‌گذاری‌های اجرایی یا قدرت ارتباطات کاهش کرد کم کردن از خطر کرونا و حراسه اجتماعی از فراگیری کشندگی اون رو میشه و باید در دایره پیدهی به نام بحران کرونا مدیریت بحران و ارتباطات بحران در واقع مورد مطالعه قرار داد <متصفح> میبینم که روزنامه اعتماد حرف آقای ربی سخنگوی دولت رو گذاشته که کرونا رو سیاسی نکنید این روزها کرونا سخت موضوع دعوای سیاسی تازه شده دقیقا همینطوره محمد تقی فاضل میبودی در این روزنامه کرونا رو پدیده خطرناکی دونسته که راه مبارزه با اون هم باید علمی و منطقی باشه و پیشنهاد جدایی کرونا از مذهب و سیاست رو داده و معتقد بسیاری از گرفتاری های ما از اینه که میخوایم همه چیز را از راه مذهب حل کنیم اما پیام مذهبی نیست بلکه مهم. مسائل علمی باید از راه خود حل بشن مهم. آقای فاضل میبودی نوشتگی کارشناسان و دانشمندان میگن که مردم نباید در مجامع عمومی حضور داشته باشن از جمله حرم این گفته قبحی نداره و مراکز عمومی مذهبی باید تعطیل بشه <applause> حتی اگه روزی بیماری خطرناکی در عربستان یا خانه خدا مصری بشه و دانشمندان حوزه پزشکی بگن که حضور در خانه خدا منجر به بیماری میشه نجات جان انسان حکم میکنه که از این حضور جلوگیری یا خودداری بشه اما متاسفانه ایدئولوژی‌های های کاذب به اعتقاد آقای میبودی میخوان همه چیز رو فدای مصالح ای در قدرت بکنن میبینم که خیلی روزنامه ها ابتکار های زیادی هم در تیتر زنی کردن ابتکار مدیریت در دام کرونا آرمان ملی سوال کردید چرا قم رو نکن نکردید برای سوال حساسی هستش میدونیم و آفتاب تیتر زده ویروس عدم پاسخگویی بدتر از ویروس کرونا روزنامه صبح نوچی نوشته صبحنا از ذبح امنیت روانی به پای بیبرنامگی نوشته و معتقده که وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی چنین مسئله هیچ نوع برنامه و آمادگی قبلی برای مدیریت احتمالی بحران نداشته و نداره ام. به اعتقاد این روزنامه در قضیه شیوع بیماری کرونا بیش و پیش از اون که امنیت بهداشتی جامعه تحت تاثیر قرار بگیره امنیت روانی جامعه هست که هدف قرار گرفته و عرض کنم که من هم دارم سعی میکنم هم ببینم روزنامه های اصولگرا یه جورایی انگار این کرونا رو کم اهمیتتر بهش نگاه کنم میبینم که تیتر روزنامه کیهان مثلا نیستش فرهیختگان چه نوشته خانم غازی در مورد کرونا فرشاد مهدیپور پور از پیامدهای فرهنگی ویروس کرونا نوشته و معتقده که پیامت فرهنگ کرونا فقط در حوزه فرهنگ عمومی یا سازمانی ظاهر نمیشه طی چند روز گذشته برخی اماکن در ایران تعطیل شدن که در صدر اونها مراکز آموزشی و دانشگاهی هستند و بعد بحث مراکز مذهبی به میون اومده متوقف... متوقف،, کردن سینما ها و این سوال رو ایجاد کرده که چرا مال های بزرگ تجاری شهر بازی ها فروشگاه های زنجیره ای که از <applause> جمله بزرگترین محل های تجمع انسانی هستن بادار به توقف نشدن جالب روزنامه خراسان خبر بودجه رو با ادبیات ویروسی نوشته بودجه 99 قرنطینه شد خیلی کوتاه دنیای اقتصاد چی نوشته دنیای اقتصاد رفته سراغ پشت پرده مصابه وزیر بهداشت که گفته چند دلال پدر سوخته مفتخور بازار ماسک و مواد ضد عفونی کننده را در اختیار گرفتن دنیای اقتصاد معتقده که این نمای تکراری از الگوی رفتاری غالب مسئولان در مواجهه با کاسی های حوزه مسئولیتش بسیار سپاسگزارم فرشته قاضی برنامه با فرشته قاضی در استودیو لطف دیگه ای داره خبرهای مربوط به ویروس کرونا رو یکم بذاریم کنار بریم سراغ سایر خبرهای ایران ویروس نزده در ایران در یک نگاه. نمایندگان مجلس ایران به کلیات لایه بودجه سال 1399 این کشور رای مخالف دادند. به همین دلیل، هیئت رئیسه مجلس از دولت ایران خواهد خواست که لایه دو دوازده را به مجلس ارائه کند. این لایه برای تأمین هزینه های جاری کشور در دو ماه ابتدایی سال آینده لازم خواهد بود. سومین جلسه دادگاه روح الله زم روز گذشته برگزار شد. به گفته نماینده داستان یکی از معمولیت های آقای زم اعلام زمان و مکان عملیات های سوریه و تردد فرماندهان به ویژه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بوده است. روح الله زم مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در فرانسه اقامت داشت و سپاه پاسداران روز 22 مهر امسال خبر بازداشت و انتقال او به ایران را اعلام کرد. و سازمان هواشناسی ایران درباره بارش شدید برف و باران در چند روز آینده هشدار داده است بر اساس اطلاعی این سازمان بارش برف و باران از مناطق غربی و جنوب غربی ایران در دامنه های زاگرس مرکزی آغاز و به تدریج به مناطق مرکزی و دامنه های رشته کوه البرز کشیده خواهد شد این سامانه بارشی در پایان هفته به تدریج از شمال شرق خارج خواهد شد پیش بینی شده که در برخی مناطق ارتفاع برف بیش از یک متر برسد همچنین خطر سیلاب آب گرفتگی، وقوع بهمن و لغزندگی جاده های کوهستانی هم وجود دارد. پیام های بسیار زیادی دریافت کردیم از ناصر شروع میکنم نوشته سلام آقای همدانی وقت بخیر لطفا از پزشکان بپرسید آیا دستور و یا پرهیز غذایی خاصی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا توصیه میکنید ارز کنم خدمت شما که ناصر جان این سوال رو من اتفاقا دو روز پیش پرسیدم دیروز هم پرسیدم خودم بهت جواب میدم نه اثر نه دارچین نه زرچوبه هیچ هیچ ماده غذایی نمیتونه مانع از ابتلا به ویروس بشه توصیه شده به رعایت بهداشت فردی و رفت و آمد نکردن مثلا به مناطق پر ازدهام این این گونه مسائل تا خوراکی ها چون میبینم در فضای مجازی هم توصیه هایی میکنن که معلوم نیست از کجا در واقع منشأ گرفته ارز کنم خدمت شما که علیرضا نوشته در ایران قرنطینه یا منع رفتن مردم به حرمها رو مدیران و مقامات رسما دست کم گرفتن تمسخر میکنند و توصیه اونها برای پیشگیری و مواجهه با میکروب و اپیدمی خطرناکی چون کرو... کرونا را شیوه پشت جبهه مبارزه با صدام یعنی متوسل شدن مردم به دعای آشورا و جوشن کبیر توصیه مینمایند ارز کنم که این نظر علیرضا بود اثر مسائل فرهنگی در یک جامعه در چنین مسائلی هست که جلوه میکنه اگر مردم در کاهش اپیدمی کرونا کمک نکنند ممکنه فاجعه بزرگی رخ بده لطفا از تجمعات پرهیز کنید مراکز تجاری مذهبی آموزشی ورزشی اقتصادی بورس مساجد امام ساده ها از جمله مراکز تجمع هستند الماس این نظر رو نوشته مراقب خودتون باشین هر 400 یک بار دستتون رو لطفا بشورید این مهمترین توصیه هست که همه پزشکان میکنن یادتون باشه که یکی از آلوده ترین وسیله هایی که در دست ما همیشه داریم تلفن های همراه هست سعی کنید با محلول های ضد عفونی الکل دار تلفن هاتون رو مرتبا تمیز نگه دارید این ژل های ضد ضد باکتری هم کمکی نمیکنه به کشتن ویروس شستن دست رو جاش هیچی نمیگیره فقط دستتون رو بشورید محل های الکل ممکن است کمک بکنند به اینکه دستتون آلوده نباشه در ضمن ماسک شیوه پیشگیری نیست اگر که علائم سرماخوردگی دارید از ماسک استفاده بکنید برای اینکه دیگران مبتلا نشن دستتون رو هم به جلوی ماسک نزنید خودش باعث آلودگی هست ارز کنم که بریم سراغ خبرهای ورزشی اگر دل و دماغش مونده باشه فراج بالافکن تهیه کننده برنامه میگه کرونا به خبرهای ورزشیمون هم نفوذ کرده با پوریای ژافره بله اخبار ورزشی رو هم ما شروع میکنیم با اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران صحبت های هدایت مومبینی از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال که خودش عضو هیئت رئیس هم هست و البته این حرکتش حرکت غیر قانونیه با وجودی که از سمت ریاست دپارتمان داوران هم استفاده داده ولی کم بودن ایشون به خاطر اینکه در مقطعی که امضاهای لازم برای حضور در انتخابات رو داشته جمع میکرده و در اون مقطع رئیس دپارتمان داوران بوده باعث میشه که کلا هر کدوم از نامزدها که در این انتخابات که اگر طبق برنامه قبلی روز 25 اسفند ماه برگزار بشه شکایت بکنن به فیفا خب مشخصا نتیجه انتخابات باطل خواهد شد فعلا گفتن که تمامی مسابقه فوتبال لیگ برتر دست یک و دست دو در هفته آینده همگی لغو شدند و فعلا قرار نیستش که بازی بکنن از طرف دیگه خبرهای دیگه هم که میاد اینه که کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر شرایط که وجود داره در قاره نه فقط چین و ایران کره جنوبی هم مطرح هست و مسابقه های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شاید هفته سومش نتونه طبق برنامه پیش بره و این شامل مسابقه های بین المللی هم شاید بشه یه نگاهی هم بکنیم به فوتبال انگلیس به نظر میرسه که بعد از سی سال قهرمانی لیورپول هر لحظه داره سریعتر اتفاق میفته لیورپول سه دو دیشب به سم شکست داد تونست با رکورد 18 برد پیاپی تیم منچستر سیتی در لیگ برتر مساوی بکنه همچنین تونست رکورد 21 برد خونگی لیورپول سال 1972 رو هم تکرار بکنه و حالا فقط 12 امتیاز دیگه میخواد برای اینکه قهرمان بشه در نهایت اجازه بدین یه نگاهی هم بکنیم به این مسابقه های بوکس و مسابقه ای که الان بعد از اون پیروزی استثنایی تایسون فیوری مقابل وایلدر در دست سنگین وز تمامی کمربند های چهار سازمان اصلی بوکس بین این دو بوکسار انگلیسیه یعنی تایسون فیوری یک کیلو در اختیار داره و آنتونی جاشوا سه تا دیگر رو در اختیار داره اما آیا تایسون فیوری مجبوره به خاطر مفاد قراردادش دوباره با وایلدر مسابقه بده یا اینکه همه دیگه فکر میکنن که کار تموم شده و معلوم شده که فیوری بکسر بهتریه این سوالیه که طی روزهای آینده بعد به جوابش برسیم چون وایلدر سی روز فرصت داره که درخواست مبارزه مجدد بکنه با تایسون فیوری میتونم قول بدم که کرونا شبیخون نزده به مرور هفتگی کتاب در چشمانداز بامدادی با مسعود بهنود نقمه های از پشت دیوار به داستان از درون زندان نه تصور کنید که زندانی است که چنین داستانهایی نوشته بلکه یک روانکاو هست که رفته است به زندان و در یک دوره‌ای در زندان کار میکرده بنابراین میشه فهمید که بیشتر از زندانیانی که گذرا از اونجا عبور میکنم و گاهی خیلی نوشته های فوق هم ازشون به دست میاد حضور داره چون روانکاو هست بنابراین رو پای صحبت تمام این زندانیان میشنه اونها رو فراموش شدگانی میگه که تقدیرشان از همون کودکی با رنج و ریاضت رقم خورده و قرار است تا آخرین روزهای عمرشان در همین پیچ و تاب بمونن شست داستانک در کتاب هست و در مقدمه اینکه که دکتر مامرزا سرگلزایی نوشته اونجا به درست که ایشون روان پزشک است توضیح داده است که چقدر ارزش داره یک قصه گوی ساده که یک نمونش خواهید شنید ولی برای یک موضوع مهم یعنی از چشم یک قصه نویس و در این حال روانکاو به موضوع زندانی با سوژه های مختلف شست تا سوژه با هم گوش کنیم پس بخشی از قصه سید از نقمه های از پشت دیوار با صدای آرش رمزانی نویسنده رحیم چهره خرابی داشت خراب بودن اصطلاح خود زندانی ها بود اصطلاحی که اشاره به خرابی صورت از فرط مصرف مواد مخدر داشت چیزی از دندانهایش باقی نمانده بود اصلاح نمی کرد قامت خمیده ای داشت و صدای خشک و خشن با صرفه های عصبی و فکر می کنم هزار سالش بود یا یکی دو سال کمتر اما در پروندهش نوشته بود متولد 1362 رحیم بی بود کسی پولی برایش نمیلید کسی یادی ازش نمیکرد میگفت می کسو کار دارد اما ننگشان است که کسو کار او باشند خیلی میخندید به ساده ترین شوخی ها از خنده قش میرفت با دهانی کاملا باز میخندید و سه چهار دندان پراکنده بی غواره موجود در دهانش خودنمایی میکردند. همهی همه خنده هایش به سرفه ختم می شد همه خنده هایش. کارتون را تا ته رفته بود تا آخرش را رفته بود برایم گفته بود از کارتون از شبها از سرنگها از موشها از سرما از ها از آتش از گریه از ناامیدی خیلی میخندید میخندید و آخرش صرفه صرفه زیاد رحیم خودش را خرج میکرد خرج دیگران دائما به شهرداران و اتاقها کمک میکرد تا اتاقها را تمیز کنند میرفت و در هواخوری بند به کارگاهی ها کمک میکرد میرفت در کارگاه خیاطی و سرقیچی ها را جمع میکرد همه کاری میکرد پول نمیگرفت مفتکی انجام میداد دیگران هم هوایش را داشتند وقتی کسی میخواست برود و ساندویجی بخورد رحیم را صدا میزد رحیم با زوق کف دستایش رو به هم میمالید ساندویچی کاسه میشد میخندید قشقش صرفه. وقتی کسی میخواست سیب یا میوه مختصری از میوه فروشی بند بخرد رحیم را صدا میکرد رحیم خمیده میدوید سیبی کاسب میشد میخندید قشقش صرفه عاشق بود عاشق مرزیه مرزیه ای که نبود گفت برای خودش کسی بوده آبرویی داشته زندگی داشته تا اینکه مرض کلیه گرفته و یک نفر برای تسکینش تریاک تجویز کرده است او هم از تریاک لغزیده و سراغ هروئین و کریستال را گرفته اول تلویزیون را باخته بعد شغل را بعد یخچال را بعد دندان را بعد کلیه را بعد خانه را بعد کس و کار را و آخر آخر مرزیه را همه را باخته بود حتی خودش را اما نه عشقش را نه عشقش به مرزیه را مرزیه را باخته بود مرزیه رفته بود و رحیم آه میکشید نه برای یخچال نه برای دندان نه برای خانه نه برای کلیه نه برای کس و کار برای مرزیه گریه میکرد حق حق صرفه محبوبه موسوی الان دیگه چهره آشنایی است به خاطر اینکه حالا دیگه کارشناسی تاریخ رو گذرونده دانشگاه سیستان بلوچستان و دبیر بوده در استانهای مختلف خراسان و گیلان مترجم هست داستانهایی رو ترجمه کرده داستانی رو اقتباس کرد از زال و سیمرغ شاهنامه که سال 81 منتشر شد شاید اولین کتابش بود و خیلی کتاب خوبی بود در این دو ساله اخیر دو تا کتاب یکی سکوت ها و یکی هم خرگوش و خاکستر ازش منتشر شده که یک حرکتی توی هر دوتای این کتاب ها هست که به نظرم دلچسبه فقط این دومی رو بگم رومانی که خرگوش و خاکستر نام داره موضوعیتش محیط زیسته آسیب هایی که انسان به محیط میزنه و برمیگرده میخوره صورت خودش قصه رو با سوراخ شدن یک نفکش آغاز میکنه که به دنبالش آسیب های جدی میاد دریا رو آلوده میکنه ماهی ها چه سرنوشتی پیدا میکنند اینا در این میان دختری است به نام دانا که با مشقت زیاد سعی میکنه خودشو قهرمان این کتاب بکنه یعنی نجات دهنده شرایطی که هست به نظرم خیلی قصه سر راست و خوبی است گوش کنیم به بخشی از کتاب خرگوش و خاکستر با صدای نویسندش محبوب موسوی باز هم لباسی روی زمین جا مانده بود و تا یحیا در حین قشقش خندیدن به صرافت برداشتنش نیفتاده بود نگاه شهپر به آن لباس نوزاد کشیده نمیشد بی حرف با خنده های مقطع و عصبی لباس را تپان توی کمد و تیکه دیگر بیرون کشید شهپر در سکوت به ریتم ناموزون آن خنده عجیب گوش میداد و می ترسید از هر صدای تهدید کننده ای می ترسید. ترس و تهدید شدن جایی زیر پوست شهبر خانه کرده بود او از پوست خودش هم می ترسید می ترسید که آستین لباسش بالا برود و موهای تراشیده دستش نمایان شود می ترسید که آستینش بالا نرود و دیگران نفهمند او کیست گوشت تن شهبر در زیر سکوت سنگین لبهایش می لرزید و درست حالا دوست ای کاش واقعا مرد بود نه پوسته ای از آن تا همین حالا جرأت میکرد سیلی محکمی در گوش یحیی بخواباند تا او را به خود بیاورد شهبر می ترسید یحیا برای همیشه دیوانه شود و بعد او یک سر بی پناه می شد. می ماند خودش و خودش. تکی آخری را که توی کم در بسته نشد و با صدای قرکلی اول نیم باز شد و بعد چار تاق. لباس های بی نظم شده شده مثل دهان زنی وقیه که حرف های چار می زند رو به یحیی نیش می کشید. یحیا با همان خنده های عصبی در کمد را بست. دوباره باز شد و باز یحیا بست. هر بار کمی بیشتر باز می شد. یحیا به در لگد می زد و می خندید. در باز می شود. دوباره لگد میزد و می خندید. خندش می رفت که سکسکه شود. و بعد اول یک تک سکسکه و بعد دو تای دیگر و بعد بدون نفس پشت سر هم. تا مجال به سکسکه ندهد بیشتر می خندید. لگدی محکم به در کمد زد و در محکم بسته شد. کلید را در قفلش کرخاند و در مثل دهان زنی که دستی رویش کوبیده شده و حرفهایش ناتمام در دهان مانده خفه شد در بستمان با دو کلید طلایی آویزان از سوراخ قفل روی آن که چشم زنی را تدایی میکرد در حالت اشک ریختن که اشکش گریه تصنعی چشمهایی وقت زده که به دست خفه کننده در زل زد زده بود تا او را به رحم آورد کمد صدیقه بود خود خود او بود خانه کرده در کنج خانه او و یحیی تا به دیدن آن اطوار تصنعی را نداشت شهپر برای یحیی آب ریخت نگاهش ماند روی روسری صورتی رنگی که گوشه اتاق روی زمین ولو شده بود و شهپر مثل جن زده ها به آن خیره بود ناگهان سکسکه یحیی بند آمد و گفت باد انداختش از آسمان یه نشونه است <تصفيق> <تصفيق> بله مرور هفتگی کتاب بود با محسود بهنود میدونید که مجموعه کامل مرور هفتگی کتاب با آقای بهنود رو میتونید از طریق وبسایت ما پیدا کنید b در کنار سایر مجله های هفتگیمون اونجا در صفحه رادیو هست همینطور در حساب سانکلاد ما سانکلاcام bbc پرشن. بسیار بسیار سپاسگزارم که تا اینجا با ما بودید پخش تلویزیونی این برنامه تا لحظات دیگر به پایان خواهد رسید این برنامه همچنان از طریق رادیو تا یک ساعت دیگر ادامه خواهد داشت از طریق موج متوسط 1413 کیلوهرتز تا ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران و از لحظات دیگر از طریق فرستنده‌های اف ام ما در سراسر افغانستان اینجا لندن است رادیو بی, بی سی.